آقای انواری، سفر ولادیمیر زلنسکی به آمریکا نخستین سفر او بعد از حمله روسیه به اوکراین هست. ارزیابی شما از این سفر چیه؟ اولا یه سفر تاریخیه، به خاطر اینکه از اون زمان که شکاف شرق و غرب زیاد شد و به مسائل نظامی تبدیل شد و ناتو به مرکز این قرار گرفت، دیفکتو اوکراین تبدیل شد به خط مقدم مثلا نظام جدید سیاسی بعد از گلوبالیزیشن که اون کشورها رو رفاه داده بود و به حدی که اوکراین میخواست جزء ناتو بشه. این مسئله حمایت مستقیم آمریکا و کشورهای غربی از اوکراین، گرچه بسته 45 میلیارد دلاری تصویب نشده، ولی تا حالا نزدیک 22 میلیارد دلار کمک شده و این حمایت یک حمایت مستقیم بود که من فکر میکنم بایدن با اینکه تو زمین روسیه انداخت و گفت شما هستین که میتونین جنگو تمام کنین و اگر تمام نکنین تا اون آخرین لحظه هستین باهاش به کمک به اوکراین، بسیار نکته مهم بود. من فکر میکنم آدینس چین و ایران هم در این جریان بود. چین به این مسائل بسیار بسیار از نزدیک نگاه میکنه و خودش رو با روسیه در مقابل تایوان میبینه و میبینیم که چرخش که انتظار میرفت با طرف روسیه باشه نشد و مجدداً تمرکز اقتصادی کرد. ایران هم با نگاهش به شرق در زمان غلط و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی که با فرستادن پهپاد به روسیه خودش رو در یک جناح بازنده قرار داد، اوکراین که یکی از همپیمانان چند سال پیش ایران بود و نگاه میکنیم توی ترابرات و به اصطلاح مسائل انتقال یکی از همکاراش بود، حالا بعد از به اصطلاح شلیک به کشتن افراد در هواپیما و نتونستن با اوکراین سرکار بیان و بعد هم با فرستادن پهپاد به یک دشمن اوکراین تبدیل شدن و اون دشمن در اون فضا با آقای بایدن اینجا مطرح شد و بسیار تاریخی بود و من فکر کنم تعیین کننده است تا سالهای بعد. خب آقای انواری، زلنسکی در سخنرانی خودش، شما هم اشاراتی داشتید در مورد صحبتهاش در مورد ایران، گفت که رابطه ایران و روسیه مثل کمک یک تروریست به تروریست دیگه است. ارزیابی و تحلیل شما از صحبتهای او به ویژه در مورد ایران چه هست و کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین چه عواقبی برای جمهوری اسلامی داره؟ جنبش آزادی خواهی مردم ایران در زمان درستی با جنبش بین المللی اوکراین پیوند خورد و این پیوند رو در فشاری که کشورهای غربی برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی ایجاد کرد بسیار مهم بود، برای که نمیشد سر یه موضوعی با ایران حرف بزنی با سر یه موضوع دیگه از اوکراین دفاع کنی که میگه مردم من بعد نیروگاه های من توسط پهپاد های ایرانی منقتل میشن. این تاثیر بسیار زیادی داره، چه از لحاظ نتورک و چه از لحاظ امیدی که زلنسکی و اوکراینی ها به دنیا داده بودن برای امید و دارن بعد از 300 روز کشوری که فکر میکرد چند روزه میخواد تمام اوکراین بگیره شکست دادن امید میداد و این امید رو به امید مردم ایران برای گذار از جمهوری اسلامی انتقال دادند.